سفر برایان هوک به خاورمیانه و اروپا برای بررسی تهدیدهای رژیم ایران. وزرای خارجه فرانسه و آلمان: زمان در حال اتمام است و خطر جنگ در خلیج فارس را نمیتوان نادیده گرفت. اعتراف آخوند روحانی به بحران درونی رژیم بر سر تصویب لوایح FATF. برایان هوک هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا درباره سفر خود به منطقه خلیج فارس و اروپا گفت: موارد زیادی در مورد رژیم ایران وجود دارد که در مورد آن گفتگو خواهم کرد. وی افزود: ما در مورد تجاوزهای اخیر رژیم ایران در منطقه و حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان صحبت خواهیم کرد. آمریکا در مورد ادامه تهدیدهای جاری در منطقه اطلاعاتی در اختیار دارد که در این دیدارها ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه فرانسه و آلمان گفتند زمان در حال اتمام است و خطر جنگ در خلیج فارس را نمیتوان نادیده گرفت. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، که برای شرکت در نشست مشترک با شورای وزیران فرانسه درباره رژیم ایران به پاریس دعوت شده بود، گفت: ما باید هر کاری که میتوانیم انجام دهیم تا از خطر جنگ جلوگیری شود. خطر جنگ در خلیج فارس منتفی نیست. ژانی ولودریان، وزیر خارجه فرانسه، نیز نسبت به اظهارات مقام‌های رژیم ایران در پایبندی به توافق اتمی اظهار نگرانی کرد و گفت: ما معتقدیم این کار به نفع رژیم ایران نیست. Our team was able to arrive on scene in an expeditious manner, was able to examine the site where the limpet mine was attached to the ship, as well. تیم کارشناسی نیروی دریایی آمریکا در یک کنفرانس خبری با اعلام نتایج تحقیق خود در مورد حادثه حمله به نفتکش ژاپنی در دریای عمان گفت: مین‌های به کار رفته شباهت زیادی به مین‌های رژیم ایران دارد. شان کیدو از فرماندهان ارتش آمریکا در این کنفرانس خبری مواد به جا مانده از این مین را به خبرنگاران نشان داد و گفت: مین به کار رفته بسیار مشابه همان مین‌هایی است که رژیم ایران در رژه‌های خود به نمایش می‌گذارد. وی افزود: از محل انفجار آثار انگشت هم به جا مانده است که در حال بررسی است تا پرونده‌ای کیفری علیه مهاجمان درست شود. Strikingly bearing a resemblance to Iranian mines that have already been publicly displayed in Iranian military parades. آخوند روحانی به بحران درونی رژیم بر سر تصویب لوایح FATF و درگیری در رأس نظام آخوندی اعتراف کرد و گفت: ما باید روابط بانکیمون رو با دنیا توسعه بدیم و این روابط بانکی ما بدون اینکه این دو لایحه‌ای که باقی مونده به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام به راه نمیفته، ما دچار مشکل میشیم. فردا اگر روابط بانکی ما، شعبات بانکی ما در دنیا دچار مشکل شدن، مردم نگن دولت ناکار آمده. دولت کار آمده، برای اینکه دولت به موقع لوایح تهیه کرده، به موقع لوایح رو به مجلس فرستاده. بر اثر واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل شهرستان بودروم در ترکیه، دست کم 12 نفر کشته شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این قایق روز یکشنبه 27 خرداد دچار واژگونی شد که نیروهای گارد ساحلی ترکیه 31 نفر از این افراد را نجات دادند، اما جسد 12 نفر دیگر در آب کشف شده است. گزارش شده که بیش از 50 نفر در این قایق بودند که هنوز از سرنوشت بقیه سرنشینان این قایق خبری در دست نیست.